ایشون نوشتن مخالفان رژیم پهلوی، یعنی مخالفان رضا شاه و محمد رضا شاه، به آن دو پادشاه میگویند که آن دو دموکراسی را در ایران نابود کردند. آنها میگویند ایرانیان به جای جاده و راه آهن آزادی و دموکراسی میخواستند. تجدد آمرانه را هر کس دیگری میتوانست بیاورد، شاید هم بیشتر به ایران بیاورد. یه سوال شاید دکتر. والا من فکر میکنم که یعنی این بحث خیلی جالبی است که آیا رشد اقتصادی که در دوران رضا شاه و در دوران محمد رضا شاه اتفاق افتاد، آیا اینها با دموکراسی هم قابل انجام بود یا نه. بحث شاه و بحث رضا شاه دقیقا همین بود که تنها راه تحقق بخشیدن به چنین رشد شتابانی یک تجدد آمرانه بود. خیلی ها دیگه مخالف این نظر هستن، فکر میکنن که اگر حداقل در بسیاری از زمینه ها امکان آزادی های دموکراتیک بیشتری داده میشد، شاید از دل این دوران تحول حکومت اسلامی در نمی آمد. به هر حال میدونید ما در مورد زندگی های خودمون وقتی که فکر میکنیم نگاه شاید بیولوژیک به زمان داریم، تاریخ نگاه تاریخی به زمان داره. از دل این 50 چند سال حکومت به هر حال پدیده‌ای در اومده که الان بر ایران حاکمه. تاریخ به گمان من هم اون دستاوردار نگاه خواهد کرد و هم دنبال این خواهد بود که چطور از اون دوران رونق اقتصادی و دوران آزادی های فرهنگی، دوران آزادی های مذهبی، دوران برابری نسبی زنان با مردان، دوران شکوفایی آموزش و پرورش، دوران ایجاد یک هویت ایرانی، همه اینها گفتن جنبه های مثبتش بود، ولی از دل این دوران این پدیده هم در اومده. اون پدیده هم محتاج توضیحه. تجدد آمرانه، به خصوص تجدد آمرانه از نوعی که در دوران محمد رضا شاه صورت گرفت، یعنی فضا بر طرفداران دکتر مصدق، طرفداران چپ و حتی فضا در یک مقطعی بر طرفداران منتقد خود رژیم بسته شد. یعنی شما اگر یک کسی در حد مثلا آقای کنی بودید و وابسته به رژیم بودید و یار علم بودید و سابقه سیاسی خودتون رو نشون داده بودید که مخالف نیستید، اگه کوچکتر انتقاد میکردید، میگفتید انتخابات قبلی ساختگی بوده و حزب ایران نوین به زور این انتخابات رو برده، از کار برکنارتون میکردن. یعنی نه اون حق صحبت داشت نه طرفداران مصدق. میگم پرویز ثابتی در خاطراتش میگه که وقتی شاه میگه برنامه فضای باز ایجاد کنیم، من مخالفش بودم برای اینکه گفتم اول فضای باز برای امثال من باز کنیم که من انتقادامو بتونم بگم. تو اون فضا تنها پرویز ثابتی گفته باش. بله بله، پرویز ثابتی خاطراتش گفته. قبلا هم من وقتی باش در مورد کتاب شاه مصاحبه کردم، در اونجا چندین بار گفت ملکه منو خواست، گفت چرا شما با این فضای باز مخالفید؟ گفتم برای اینکه شما اول به من اجازه بدید امثال من، رئیس اداره سوم سابق که شاید بعد از شاه و علم نیرومندترین مرد ایران بود در اون زمان، از هویدا زورش کمتر نبود در مملکت، میگه من نمیتونستم انتقاد بکنم، من جرئت نداشتم گزارش بنویسم که مثلا فلان دبلو قاجار فاسده و نباید دولت ایران در خروجش از سوئیس دخالت میکرد و میذاش اونجا به جرم قاچاق محاکمه میشد. میگه اینو که من مینوشتم شاه عصبانی میشد. یعنی تو اون تجدد آمرانه حتی طرفداران منتقد شاه هم محلی از اعراب نداشتن. من در کتاب نگاهی به شاه
سخنرانی سناتور لاجوردی رو آوردن، فکر کنم 1975. لاجوردی که به هر حال از قبل اون دوران ثروتمند شده بودن، در اون دوران ثروتمند شده بودن، در سنا میگه که وضع به این شکل قابل دوام نیست، برای اینکه نمیشه هر روز لاجوردی بازرگان منظورتون؟ بله، یکی از اونا که سناتور شد دیگه، قاسم لاجوردی سناتور شد. یعنی تو اون فضا، خب وقتی که تنها نیرویی که ادامه آزادانه فعالیت میکرد به غیر از طرفداران خود آیت الله خمینی که بعضیشون در زندان بودن، بعضیشون در تبعید بودن، و بعضی از طرفداران نواب صفوی و فدایان اسلام و اونها که در زندان بودن یا بعضیشون اعدام شده بودن، بقیه نیروهای مذهبی آزادانه فعالیت میکردن، از شریعتی بگیرید تا مجال تا حوزه و هیئت و روزه و همه اینها. اونها تنها تشکلی بودن که تونستن سازماندهی کنن، و وقتی رژیم رفت تو بحران، وقتی آمریکایی‌ها شروع کردن دنبال این بگردن که کی میتونه مملکت رو جمع و جور کنه، آقای سالیوان میگه که اینا تنها کسی هستن که میتونن جمع و جور بکنن، و شروع کردن باشون مذاکره کردن، شروع کردن باشون ساخت و پاک کردن. و فکر کنم گرفتاری تحلیلی که اپوزیسیون از اون دوران میکرد، اولا این بود که تا حد زیادی اپوزیسیون حتی نمیپذیرفت که اینها، یعنی شاه و رضا شاه، تحولات بسیار مهمی در مملکت ایجاد کردن. من تو کنفدراسیون، من در جوانی تو کنفدراسیون بودم، یکی از شعارهای ما این بود که شاه نه میخواهد و نه میتواند در ایران اصلاحات بکند. خب این شعار غلطی بود. شاه اتفاقا هم میخواست و هم توانست اصلاحات بسیار مهمی در ایران انجام بده. اپوزیسیون مثلا میگفت شاه نوکر سرسپرده امپریالیسمه، یا رضا شاه نوکر سرسپرده انگلیسه. به گمان من هر دو شعار کاملا غلط بود. شاه در دوران 10 سال اولش حتما وابستگی های بسیار زیادی به آمریکا و انگلیس داشت، ولی از حدود 63 به بعد، 4 به بعد، در یه دوران 10-12 ساله کاملا مستقل عمل میکنه. به گمان من رضا شاه تقریبا از روز اول با انگلیس در میفته وقتی که میاد سر کار، و اینکه بگیم اون نوکر سرسپرده انگلیس بود که میگفتن، یا شاه نوکر سرسپرده امپریالیسم بود که میگفتن، به گمان من غلطه. و اون وقت اون بحث رو یه کمی بحث مطلق میکنه، به جای اینکه بحث دقیق تر با تأمل بیشتری بشه در موردش کرد. خیلی ممنون آقای دکتر. یک پرسش دیگر اگه اجازه بدیم بخوانم. نوشتن آیا در دو برهه زمانی قبل از ظهور رضا شاه 1285 تا 1299 شمسی و پیش از دوران استبداد محمد رضا شاه 1320 تا 1332 در ایران آزادی و دموکراسی وجود داشت، و یا آزادی و دموکراسی در حال شکوفایی بود و شاهان پهلوی سد راه آن آزادی و دموکراسی شدند، یا اینکه کشور به سوی هرج و مرج و متلاشی شدن یا به دامان شوروی لغزیدن پیش می رفت؟ آیا مردم ایران آمادگی و علاقمندی به دستیابی به آزادی و دموکراسی از نوع غربیان را داشتند؟ مفهوم بود آقای دکتر؟ بله بله، من متوجه شدم. سوال بسیار جدی هم هست به گمان من. ببینید، اولا یه مقداری ربطی به سوال قبلی هم پیدا می‌کنه. ببینید، دموکراسی فقط این نیست که بگیم مردم رأی میدن. اگر رأی دادن به معنای دموکراسی بود، خب ایران کشور دموکراتیکی میشد، برای اینکه اینها یه کار رو خیلی مرتب انجام دادن و اون رأی گیریه. حالا اینکه رأی گیری استصوابی شده است، نظارت آخوند برش است، و حتی بعد از اینکه با نظارت استصوابی یه خانمی انتخاب میشه به مجلس که خوششون نمیاد، در اون مقطع بیرونش میکنن، یا کاندید رئیس جمهور رو، دو تا کاندید رئیس جمهور رو، خانم یکیشون رو 6 سال بدون قانون، بدون محاکمه زندان میکنن، و اینها از بی قانونی هاشه. ولی انتخابات
لازمه دموکراسی است ولی کافی برای دموکراسی نیست. دموکراسی بیش از هر چیز حق اقلیت برای اظهار نظره. دموکراسی بیش از هر چیز حق عزل رهبری است، یعنی حق انتخاب مجدد قدرت. دموکراسی محتاج سواد در جامعه است. دموکراسی محتاج آزادی زن و مرده. دموکراسی محتاج آزادی ادیانه. دموکراسی نمیتونه بر اساس این استوار باشه که شما بگید فقط مسلمان ها انسان های شهروند تمام هستن، یهودیا، کلیمیا، باهایی ها نصف یا زرتشتیا ارزششون نصف مسلمان ها هست. دوران محمد رضا شاه و رضا شاه در بسیاری زمینه ها داشت تدارک میکرد دموکراسی در ایران رو. خودشون شاید نمیخواستن، یا محمد رضا شاه که بارها میگفت ما در این کار هستیم، رضا شاه هم ولی به کمتر همین حرف رو میزد. یعنی وقتی شما یه تحصیلات رو در جامعه اجباری میکنید، در جهت برابری حقوق زن و مرد حرکت میکنید، آزادی نسبی برای اقلیت‌های مذهبی ایجاد میکنید، یک طبقه متوسط ایجاد میکنید، اینها کمک میکنه زیربنای یک نوع دموکراسی میشه. دلیلی که این رژیم الان بعد از 30 و چند سال داغ و درفش و زور هنوز نتونسته میخه یک نوع استبداد رو بکوبه، برای اینکه اون مکانیزم های دموکراتیکی در دوران ایران، در دوران شاه آغاز شده بود، اینا رو نتونستن متوقف کنن. اینا نتونستن زنان رو برگردونن به خانه بشن مادر. زنان ایران هر روز بیشتر اومدن در صحنه اجتماع. به همین خاطر این اپوزیسیون، هم اپوزیسیون و هم به گمان من بعضی از طرفداران شاه، بحث رو مطلق میکنن یا این یا آن میکنن، و این یا آن بحث در تاریخ به گمان من معمولا جواب نمیده. بحث پیچیده تره، بحث جوانبش به گمان من متفاوت تره. شاه گام بسیار مهمی در جهت دموکراسی در ایران برداشت وقتی که گفت زنا بایستی حق رای داشته باشن. ولی انتخاباتی هم که صورت میگیره انتخابات دستوری بود، اون رو بایستی انتقاد کرد، این رو بایستی گفت قدم مثبتی. ممنون آقای دکتر. یک مطلبی خواندم در سایت ها درباره این رژیم زیر عنوان بیشترین خورندگان شلاق. نوشته بود کسانی که بیشترین شلاق ها را در ایران میخورند عبارتند از جوانان، کارگران، زنان، اقلیت های دینی و قومی. این چهار قشر واجد سه ویژگی مشترک هستند. یک، از لحاظ قدرت مالی کمترین بنیه را دارند و نمی توانند احکام شلاق خود را با پرداخت رشوه به حال تبدیلش کنند به مجازات. دو، کمترین دسترسی به قدرت سیاسی را دارند. سه، فاصله آنها با سبک زندگی قشر حاکم بیش از دیگر اقشار مانند بازاریان یا معلمان یا کارکنان دولت است. به حال آقای دکتر نتیجه گیری کرده بودش که این رژیم حکومت شلاق، حکومت گرفتن زهر چشم و عادت دادن مردم به شکنجه است. ممنون. شلاق، اونم شلاق در ملای عام، اعدام به شمار بی سابقه، اونم در ملای عام، تهدیدهای دائمی که سران قوه قضاییه میکنن یا سخنگوهای قوه قضاییه میکنن، اینها بخشی از همین فضای ارعابی است که به گمان من به درستی در اینجا بهش اشاره شده. ولی به نظر من یه دلیل دیگه هم داره که این اقشار مذکور بیش از همه شلاق خوردن، برای اینکه اینها دقیقا در خط مقدم مقاومت علیه استبداد بودن.
زنان در خط مقاوم مقدم جبهه برشکستن این فضای ارعاب بودند. جوانان، دانشجویان، جوانان، دانشجویان، یعنی اینها تصادفی نیست، اینها علیه اونها در واقع اناد خاصی نداشتن. انادشون با اینا اینه که اینها زیر بار نمیرن. اینها 37 سال نتونستن زنان رو تبدیل به اون چیزی بکنن که اول آیت الله خمینی و بعد آقای خامنه ای گفتن مطلوب زنانه، مادر بودن در خانه. زنان ایران مادر در خانه هستن وقتی که دلشون بخواد، وقتی که فکر کنن شرایطش رو دارن، ولی در این حال مهندس هستن، مدیر هستن، ناشر هستن، بازیگر هستن، کارگردان هستن، تئاتر نویس هستن، همه اینها. این تصویرهایی که شما واقعا دارید نشون میدید واقعا تصویرهای در مفهوم دقیق کلمه قرون وسطایی است. میشل فوکو یکی از محققین نام‌آور قرن بیستم بود. یک کتاب خیلی درخشانی داره در مورد نظام مجازات در عصر تجدد. و میگه یه تحول مهمی که عصر تجدد ایجاد میکنه اینه که مجازات رو دیگه از مجازات بدنی برای ارعاب بقیه تبدیلش میکنه به سیستمی برای اصلاح این فرد. یعنی جرم به عنوان یک روان پریشی در واقع یا یک اشتباه اجتماعی و رفتاری تلقی میشه، وظیفه جامعه هم نه مجازاتش و اصلاحه، و وظیفه جامعه نه استفاده از این مجازات برای ارعاب بقیه است. شما در دوران شکسپیر در لندن وقتی میخواستن کاتولیکا رو بترسونن، یا وقتی میخواستن کاتولیکا اونا رو بترسونن، سرای مردم رو میبریدن، تو خیابونا میذاشتن توی سر نیزه و تو خیابون مدت ها میذاشتن که مردم ببینن. اعدام ها رو در خیابان و در ملأ عام میکردن. تو فرانسه وقتی که میخواستن اعدام بکنن، گیوتین در ملأ عام میذاشتن، فضای ارعاب بود. ولی با تجدد، با دموکراسی، با حقوق بشر، این اصل پذیرفته شد که نه اون انسان که داره کشته میشه مستحق این است که ازش وسیله ارعاب دیگران به عنوان وسیله ارعاب دیگران استفاده بشه، و نه ما بایستی شاهد چنین صحنه هایی بشیم، این صحنه های وحشتناک، این صحنه های ارعاب. یعنی اینا رجعت به یک دوران، یعنی یک مفهوم واقعا قرون وسطایی از تنبیه، برای اینکه تنبیه دیگه برای اصلاح نیست بلکه برای ارعابه، و تنبیه نه برای صرفا ارعاب اون کسی که شلاق میخوره یا کلش سرشو میزنن یا اعدامش میکنن یا سنگسارش میکنن. یعنی اگر افکار بین‌المللی نبود، اگر مقاومت زنها در ایران نبود، اینا هنوز در ایران سنگسار هم میکردن. ولی با آمدن تجدد، با آمدن این پذیرفتن این که اون بچه‌ای که تو خیابون داره رد میشه حق انسانی است که شاهد یه چنین ماجرایی نباشه، مگر حکومت‌هایی از جنس حکومت ایران دیگه دست از این کار برکشیدن.